سلام، امید آهنگر هستم، همراه با شما در برنامه دیدگاه. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین در پیامی توییتری گفته است که به نظر میرسد مذاکرات در مرحله نهایی است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز میگوید جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خواستار ادامه مذاکرات وین است و هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. ایران، آمریکا و طرف‌های اروپایی قرار است از روز سه‌شنبه ادامه مذاکرات را از سر بگیرند. بر اساس توییت اولیانوف، آیا در این دور از مذاکرات طرفین بر سر تمام اختلافات به توافق خواهند رسید؟ توافق احتمالی طرفین مذاکره چه اندازه از نگرانی‌های اسرائیل خواهد کاست؟ دولت بایدن با وجود انتقادها در سنا تا کجا امکان ادامه مذاکرات را دارد؟ در ایران ابراهیم رئیسی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی مذاکره با عربستان سعودی را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد. غرب تا چه اندازه دستیابی به یک توافق را به کاهش تنش‌ها در منطقه به ویژه بین ایران و عربستان مشروط کرده است؟ برای بررسی این تحولات با سعید جعفری روزنامه‌نگار از ایتالیا همراه می‌شویم. آقای جعفری، میخائیل اولیانوف گفته به نظر میرسه این دور از مذاکرات دور نهاییه. آیا شواهدی وجود داره که بر اون اساس بشه گفت در همین دور طرفین بر سر تمام اختلافات باقی مونده به نتیجه میرسن؟ اصلا بزرگ شما که البته آقای اولیانوف تقریبا هر دور از مذاکرات که شروع شده در ادوار قبلی این صحبت رو کرده و همیشه به نظر ایشون مذاکرات در حال به نتیجه رسیدنه، اما طرف نظر از سر نظری که ایشون مطرح کرده پیشرفت‌های قابل توجهی به نظر میرسه که در پای میز مذاکرات حاصل شده و همین اتفاقات در مجموع باعث شده که چشم‌انداز برای اینکه ما شاهد احیای توافق هسته‌ای سال 2015 در دور جدید این گفتگوها باشیم افزایش پیدا کرده. اما به هر حال این به این معنا نیست که اگر هم قرار بر این اتفاق باشه در ظرف مدت کوتاهی صورت بگیره، به دلیل اینکه هنوز اختلافاتی باقی مونده که در خوشبینانه ترین حالت حل و فصلشون مدت زمان طولانی تری نیاز داره و اگر هم قرار بر این باشه که این دور پایانی باشه، یک دور پایانی طولانی خواهد. رابرت مالی میگه هنوز امکان احیای توافق هسته‌ای با ایران وجود داره. از طرفی داخل آمریکا بعضی سناتورهای دموکرات مثل رابرت منندز از رویکرد دولت بایدن در مذاکرات انتقاد کردن. از نظر سیاست داخلی آیا آمریکا میتونه در صورت دست نیافتن به نتیجه بیشتر از این مذاکرات رو ادامه بده؟ ببینید، بحث فضای داخلی سیاست امریکا موضوع قابل توجهیه در روند مذاکرات هسته‌ای، اما احتمالاً از اون مهمتر موضوعات فنی و ابعاد فنی هست که در واقع بر مذاکرات هسته‌ای ایران سایه افکنده. این ابعاد فنی شامل این میشه که بر اساس توافق هسته‌ای برجام و میزان اورانیوم غنی‌سازی که به ایران اجازه داده شده که غنی‌سازی رو انجام بده و اون میزان اورانیوم غنی‌سازی شده رو در داخل کشور نگه داره، فاصله ایران تا مرحله گریز هسته‌ای رو به حدود یک سال افزایش داده. منتها با توجه به در واقع کاهش تعهدات هسته‌ای ایران که بعد از خروج امریکا از برجام صورت گرفته، این مرحله گریز هسته‌ای الان به کمتر از یک ماه و حتی چند هفته رسیده. متخصصان فنی الان نظرشون اینه که اگر که مذاکرات همین ظرف یکی دو هفته آینده به نتیجه نرسه، ممکن هست که عملاً احیای برجام بی‌فایده باشه، به این معنا که دیگه تضمین نکنه اون هدف فاصله ایران تا مرحله گریز هسته‌ای رو که یک ساله بود. در نتیجه این یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که داره فشار میاره به تیم‌های مذاکره کننده در خصوص مدت زمان. اما از طرف دیگه به بحث مخالفت‌های داخلی که در امریکا اشاره کردید، بله این موضوع مسئله کم اهمیتی نیست، اما به هر حال فضای کلی کنگره و مجلس سنا اصلا تندتر از دولت آقای اوباما نیست. اون زمان اکثریت در اختیار جمهوری‌خواهان بود، ولی با وجود مخالفت‌هایی که با برجام داشتن در نهایت برجام به نتیجه رسید. اما در حال حاضر فعلا دموکرات‌ها اکثریت رو در اختیار دارن، هرچند که برخی از دموکرات‌ها همونطور که خودتون هم اشاره کردید انتقاداتی رو به این توافق وارد میدن و به این مذاکرات، ولی در نهایت من تصور نمی‌کنم که این انتقادات و این اختلافاتی که وجود داره بتونه اثر بسیار سنگین و مشخصی بذاره بر روند گفتگوها. آقای جعفری، در ادامه سوال قبلی میخوام این سوال رو مطرح کنم که
آیا ممکنه سنای آمریکا با توافق احتمالی مخالفت کنه؟ ببینید، ما برای بررسی این موضوع باید به سابقه توافق هسته‌ای سال 2015 یا برجام بپردازیم. در سال 2015 اولا در درجه اول باید اینو در نظر بگیریم که این توافق لزوماً نیازی به این نداره که در کنگره، در مجلس نمایندگان و مجلس سنا به تصویب برسه. اما در سال 2015 نمایندگان مخالف برجام طرحی رو در مجلس در دستور کار خودشون قرار دادن که با این توافق مخالفت کنن، که این مخالفت در ابتدا با وتوی رئیس جمهور وقت باراک اوباما مواجه شد و در ادامه هم تلاش‌های مخالفان برای اینکه وتو رو بی اثر کنن، که نیاز به اگر اشتباه نکنم 66 سناتور داشتن، دو سوم سناتورها رو داشتن، در نهایت بهش نرسید. درچه من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه نیازی به تصویب در کنگره نیست، شاید مخالفت‌هایی وجود داشته باشه، اما این مخالفت‌ها عملاً باعث این نخواهد شد که توافق احتمالی اجرایی نشه. یک توافق احتمالی بر سر مسئله هسته‌ای ایران تا چه حد نگرانی های اسرائیل رو رفع میکنه؟ در خصوص نگاه اسرائیل ما باید دو نکته رو مد نظر قرار بدیم. در درجه اول اینکه آیا اسرائیل واقعا به دنبال این هست که ایران به امکان ساخت تسلیحات اتمی دست پیدا نکنه، یا هدف اسرائیل چیز دیگه هست؟ اگر هدف اسرائیل واقعا این باشه، برجام و این توافق هسته‌ای که اگر قرار باشه سازوکارهای فنیش به ویژه مشابه توافق هسته‌ای سال 2015 باشه، این امکان رو هم به اسرائیل و هم به سایر کشورهای دنیا میده که با توجه به نظارت‌های سنگینی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وجود داره و همچنین محدودیت‌هایی که به ایران تحمیل می‌کنه از نظر فنی، جمهوری اسلامی ایران امکان ساخت تسلیحات اتمی رو نخواهد داشت. اما برخی نظرشون به اینه که اتفاقاً اسرائیل فقط و تنها هدفش این نیست، و بیشتر هدف اسرائیل از تهدیدی که جمهوری اسلامی ایران نشون میده این هست که پروژه امنیتی سازی کردن جمهوری اسلامی ایران رو همچنان در سطح منطقه و جهان پیش ببره. این به چه معناست؟ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران همیشه به عنوان یک بازیگر خطرناک و تنش زا در منطقه و جهان معرفی بشه و هیچ وقت روابط با تهران عادی سازی نشه. این عادی سازی با عدم عادی سازی روابط با تهران به اسرائیل کمک میکنه که دشمن اصلیش رو همچنان منزوی نگه داره و اجازه نده بهش که توان خودش رو افزایش بده و نقش و نفوذ منطقه خودش رو از چیزی که الان هست سطحش و سطح و میزانش رو بالاتر ببره. همزمان با از سرگیری مذاکرات، بعضی کشورهای منطقه مثل قطر شروع به میانجیگری کردن. بعضی از مقام‌های اروپایی هم با مقام‌های قطری و ایرانی دیدار کردند. این طور میانجیگری‌ها آیا می‌تونه کمکی به حل موضوع بکنه؟ ببینید، در خصوص میانجیگری کشورهای عربی منطقه خاورمیانه در روند مذاکرات هسته‌ای، طبیعتاً همیشه اولین نگاه به سمت عمان میره، کشوری که نقش پررنگی داشت در روند به نتیجه رسیدن و حتی آغاز گفتگوهای هسته‌ای که دیپلمات‌های ایران و آمریکا به صورت مستقیم در کنار یک در واقع روبروی همدیگه نشستن و با همدیگه مذاکره کردن. اما تفاوتی که در این دور حاصل شده در خصوص مذاکرات دور جدید و میانجیگری کشور قطر، با توجه به اخبار و گزارش‌هایی که منتشر میشه به نظر میرسه که در واقع نقش قطر نه متمرکز بر بحث‌های هسته‌ای، که بیشتر بر موضوع تبادل زندانیان دو طرف متمرکز هست. به این معنا که خبرگزاری رویترز اخیراً یک گزارش منتشر کرده بود به نقل از منابع آگاه آمریکایی، تو اون گزارش اشاره کرده بود که وزیر امور خارجه قطر در سفر اخیر خودش به تهران در خصوص این مسئله با مقام‌های تهران گفتگو کرده بود. این موضوع به ویژه از اونجا حائز اهمیته که حدوداً دو هفته قبل آقای رابرت مالی اشاره کرده بود که تصور این که ما بتونیم به یک توافق با ایران برسیم بدون این که زندانیان دو تابعیتی آزاد بشن تقریبا دشوار هست. جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی خودش رو اعلام کرده برای اینکه این زندانیان رو در واقع تبادل زندانی صورت بگیره. در اصل من فکر می‌کنم نقش قطر توی این حوزه بسیار حائز اهمیته، با توجه به اینکه تجربه مشابه این رو هم ما در زمان مذاکرات برجام سال 2015 داشتیم، که در روز اجرایی شدن توافق آقای جیسون رضاییان و همسرشون از ایران آزاد شدن و بخشی از اموال بلوکه شده ایران آزاد شدن. یعنی میخوام بگم که مذاکرات اساسی نیستن، اما در کنار مذاکرات اصلی میتونن به عنوان موضوعات مکمل مورد بحث قرار بگیرن، که اتفاقا مسائل پر اهمیت و قابل توجهی هم هستن. ابراهیم رئیسی میگه جمهوری اسلامی آمادگی داره که مذاکرات با عربستان رو تا حصول نتیجه ادامه بده.
غرب چه اندازه دستیابی به توافق رو به کاهش تنش‌ها در منطقه به ویژه بین ایران و عربستان مشروط کرده؟ من فکر نمی‌کنم که در واقع ارتباط به این صورت مستقیم وجود داشته باشه که اونطور که شما اشاره کردید مشروط کرده باشه، اما با توجه به نگرانی‌های کلی و راهبرد کلی ایالات متحده آمریکا در خصوص موضوعات مختلف جهانی که مد نظرش هست و البته به موضوع کاهش توجه و تمرکز بر خاورمیانه تاکید داره، به اون دلیل که قصد داره بیشتر تمرکز و انرژی خودش رو روی موضوعات مورد مناقشه چین و البته روسیه بذاره، طبیعتاً ترجیح خواهد داد که مسئله تنش‌های منطقه‌ای کاهش پیدا کنه و موضوع بین روابط بین ایران و عربستان هم تا اندازه‌ای از این فضای تند و تنش‌آمیزی که در سال‌های اخیر بین دو کشور حکم فرما بوده فاصله بگیره. در نتیجه بازم عرض می‌کنم فکر نمی‌کنم که در واقع مشروط باشه، اما به هر حال مذاکرات ایران و عربستان هم حالا صرف نظر از نگاهی که در واقع بین از سوی ایالات متحده مطرح هست پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، با توجه به اینکه گفتگوهای صورت گرفته و تصور بر این می‌شد که خیلی سرعت روند گفتگوها خوب بوده، به نظر که الان با موانعی روبرو شده که این موانع میتونه در ادامه مشکلات بیشتری رو ایجاد کنه در مسیر حصول به توافق. با سپاس از شما سعید جعفری، روزنامه‌نگار از ایتالیا. و با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.